سلام به همه دوستداران علم، به کانال درک بهتر خوش اومدید. لطفاً کانال منو سابسکرایب کن یا اینکه دنبال کن، این ویدیو رو لایک کن و دکمه زنگوله هم بزن که از ویدیوهای ما اولین نفر خبردار بشی و حتماً به ویدیوهای دیگه ما هم یک سری بزن. امروز اومدم بهتون بگم که وحشتناکترین روش‌های مردن چیه. این درسته که این مرگ ها شاید براتون یک کمی عذاب آور باشه، اما دلیلی بر این نمیشه که حتما درد زیادی داشته باشه. بعضی از این مرگ ها شاید درد زیادی نداشته باشه، اما سنگینیشو واقعا میتونی روی خودت حس کنی. اولین مورد، آتش فشان. مرگ با جریان گدازه‌های آتش فشانی یا برادرزاده‌اش مرگ در اثر خفگی با گازهای آتش فشانی اصلا راه دلپذیری برای مردن نیست و من اینو براتون اثبات میکنم. جریان‌های مواد مذاب آتش فشانی میتوانند تا 80 کیلومتر بر ساعت سرعت داشته باشند. سرعت حرکت و انتشار گازهای سمی آتش فشانی هم به مراتب از این میزان بیشتر است. ترکیب گازهای داغ با جریان‌های گدازه‌ای میتواند به حرارتی با دمای 1000 درجه سانتیگراد برسد و تقریبا همه چیز را سر راه خود نابود میکند. زمانی که گدازه‌ها و خاکستر بر فراز خانه‌ها پرتاب میشوند، در برخورد با هر جانداری آن را تقریبا به صورت فوری میسوزانند. پوست بلافاصله و با شدت زیاد میسوزد و حتی برخی افراد دچار گرمازدگی میشوند. در نتیجه فرد دچار وضعیت انقباض شدید عضلانی قرار میگیرد و حالتی شبیه به گارد بوکسورها را به خود میگیرد. عده‌ای بدشانس‌تری که از گرمای شدید این مواد زنده مانده‌اند به احتمال زیاد با گازهای سمی و خاکستر آتش فشان خفه میشند. اما در این مورد مرگ یک نکته ظریف اما خیلی ترسناکی وجود داره که معمولاً هم از اون اصلا حرفی نمیزنند. اونم اینه که جمجمه‌های بسیاری از قربانیان که در نزدیک این آتش فشان‌ها پیدا شدن ترک‌های خورده و یا حتی متلاشی شده و دلیلش هم اینه که بر اثر گرمای زیاد مایعات داخل جمجمه به دمای جوشش میرسن و در عرض چند ثانیه منجر به ترکیدن سر فرد میشوند. مورد دوم، زنگ ناقوس قواسی. مورد روشی برای مرگ نیست و در اصل یک اتفاقی بوده که توی یک روز افتاده و از این اتفاق خیلی بد یاد میشه. دولفین بایفورد یه دکل حفاری بود که در روز 5 نوامبر 1983 مثل همیشه کار خودشو آغاز کرد و قواسان با کمک کلاهکی ناقوس مانند که به اون زنگ قواسی هم گفته میشود مشغول کار بودند. زنگ قواسی اتاقکی پر از هواست که برای کمک به قواسان و بردن آنان به اعماق خطرناک طراحی شده. این اتاقها با ورود به اعماق زیاد آب با فشاری بسیار زیاد روبرو می شوند. به همین ترتیب این فشار به درون آن هم منتقل می شود و به همین دلیل دو قواس معمولا بیرون از این اتاق حضور دارند تا در مورد اتصالات آن اطمینان حاصل کنند. اما در آن روز این اتاق از اعماق دریا به بالا کشیده شد و فرایند کاری معمولی خودشو پی گرفت. قواسان از زنگ خارج شده بودند و به دالانی منتقل شده بودند که قرار بود آنها را به اتاقه که فشار پایین برساند. دو قواس دیگر هم در بخش دیگر این اتاقه نشسته بودند. قواسان که قصد داشتند دریچه بین دالان و اتاقک را ببندند، ناگهان اتفاقی ناگوار افتاد. اتاق قواسی که فشار درونش تقریبا 9 برابر فشار اتاقک بود، به دلیل نقص فنی جزئی مانند بمبی عظیم منفجر شد و در اثر این انفجار 4 قواس درون اتاقک بلافاصله جان سپرد. و محققان در مطالعه‌ای که در سال 1988 که در مورد این حادثه انجام دادند، با جزئیات دقیقی نشان دادند که این قواسان چگونه در اثر اختلاف فشار بین مایعات و هوای درون بدنشان با محیط بیرون از درون متلاشی شده بودند. قواسی که به دریچه محل انفجار نزدیک تر بود، در زمان حادثه از درون شکافی 60 سانتی متری بین دریچه زنگ و دالان به بیرون کشیده شده بود و کامل از هم پاشیده شده بود.
در گزارش آمده بود که بعضی تکه های بدن او در اطراف دکل پیدا شدند. در یادداشت های این گزارش همچنین آمده است که بقایای غواص چهارم مانند مغز، ریه ها در 4 کیسه پلاستیکی برای محققان فرستاده شدند. کبد او هم روی ارچه دکل پیدا شد. روی جسد او به طور کامل کالبدش کافی شده و اعضایش از هم جدا شده. و اینجا به یک نکته میپردازیم که افت فشار ناگهانی در اطراف بدن غواص باعث شده بود که خون در بدن غواص به جوشش بیاید. در نتیجه چربی های بدن آن ذوب شده و از درون بدن آن به اطراف آن نشت می کند. مورد سوم، رعد و برق در داخل ساختمان. احتمال مرگ در اثر برخورد صاعقه بسیار کم است. در ایالات متحده این اتفاق هر ساله برای 1 نفر از 1000 نفر می افتد. جالب است بدانیم که احتمال مرگ در اثر سقوط از پله بیشتر از احتمال مرگ با صاعقه است. و شما بهتره بیشتر از جاذبه بترسید تا از صاعقه. سیسماستم خودتون پلی کنین. اما در کل گزارش هایی هست از برخورد صاعقه. مثلا فردی در زمان طوفان کنار ستون فلزی و بین 2 نیمکت فلزی قرار داشته. صاعقه از طریق ستون فلزی ابتدا به پاهای او اصابت کرده و سپستن با گذشتن از قلب از طریق انگشتان شست دست از بدنش خارج شده بود. او 70% از بدنش دچار سوختگی های مختلف از نوع درجه 1, 2, 3 شده بود و در گزارش های کالبدشکافی میخوانیم که او دچار نوعی گرفتگی عضلانی غیر عادی شده بوده. مورد چهارم، حل شدن در چشمه آب گرم و اسیدی آتش فشان. پارک ملی یلستون احتمالاً روی یکی از مشهورترین ابر آتشفشان‌های جهان قرار گرفته و این آتشفشان امروزه فعال نیست، اما در این منطقه چشمه‌های آبگرم زیادی می‌توان پیدا کنیم. این چشمه‌های آبگرم به شدت قلیایی و اسیدی هستند و دمای آن از دمای جوش کمی کمتر است. برای همین اصلاً پیشنهاد شنا کردن به کسی داده نمی‌شود. مدت پیش جوانی به درون یکی از این استرخا افتاده بود. آب داغ این حوضچه که به شدت اسیدی هم بود در عرض مدت کوتاهی پوست او را دچار سوختگی درجه 3 کرد. هر 3 لایه پوست او از بین رفت و به لایه سیاه چرمی و تکه تکه تبدیل شد. چربی های زیر پوست او در هم جوشید و حل شد و از بین رفت. نکته عجیب این بود که او درد زیادی را متحمل نشده، زیرا عصبای روی پوست او به سرعت از بین رفته و باعث شده که او درد زیادی را تحمل نکند. سپس خون او به دمای جوشش رسید و از بدنش خارج شد. سپس با گذشت زمان دیگر اعضای بدنش دچار سوختگی شدند و در اسید حل شدند. با این حال مشخص نیست که دلیل اصلی مرگ این فرد کدام مسئله بوده است. جسد او حتی اسکلتش در عرض 1 روز به طور کامل در اسید حوضچه حل شد و چیزی از او باقی نماند. به همین دلیل باید به نشانه هایی که شما را از شنا کردن در برخی چشمه های آب گرم منع می کند توجه کرد، وگرنه مثل قند توی چای حل می شیم. مورد پنجم، زهر مار بومسلانگ. این مار غالبا تهاجمی نیست و گوشه‌گیره و تا وقتی که احساس خطر نکنه به شما کاری نداره و فقط در جنوب صحرای بزرگ آفریقا پیدا میشه و نمونه ای از این مرگ به طور خاص مستند شده. خزنده شناس مشهور کارال بی اشمیت در سپتامبر 1957 نمونه ای از این مارها را که برای آزمایش به موزه تاریخی طبیعی شیکاگو برده بود، یکی از این مارها انگشت دست چپش را نیش زد و الفاتحه. اما این دکتر قبل از مرگش به کمک دستیارش اثرات و تجربه خود را تا روز بعدی که از دنیا رفت به طور کامل ثبت و مستند. بر اساس این گزارش تجربه مرگ با این گزیدگی به هیچ وجه خوشایند نبوده. ابتدا حالت تهوع شدیدی به او دست داده، سپس لرزه و رعشه بسیار شدید بر بدن او وارد شده و دمای بدنش هم به سرعت بالا رفته. در مرحله بعد خونریزی از دهان او آغاز شده. همچنین در ادرار او خون وجود داشته. تمام شامی که آن شب خورده بود به طرز شدیدی بالا آورده شده.
خونریزی از حفره های بدن او مانند بینی و چشم ادامه پیدا کرد تا اینکه عکس‌العمل های دکتر اشمیت به محرک های بیرونی متوقف شد. او در نهایت در اثر ایست تنفسی و خونریزی مغزی جان خود را از دست داد. بر اساس یافته های علمی، زهر این مار باعث ایجاد تعداد زیادی ریزلخته های خونی در بدن می شود و برای مدتی نه چندان کوتاه مانع از عملکرد درست سیستم انعقاد خون می شود و به این ترتیب خونریزی شدید در این قربانی اتفاق می افتد و متوقف هم نمی شود و او را از پای در می آورد. ممنون از اینکه تا اینجا با من همراه بودید. این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین و خداحافظ.